درود بر بینندگان گرامی، مهرا ملکی هستم. امروز شنبه 22 ژانویه مطابق با 2 بهمن ماه، و حضور تاس کنم که برنامه ناگفته های تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق اسکایپ بر شما اجرا کنم. حضورتون بگم که همه دیگه مطلع هستید که رئیسی رفته بوده، یعنی به روسیه، سفری به روسیه داشته. نهایت یعنی بیمحلی رو یا بی احترامی رو یا چی میگن آدم حساب نکردن رو روسا انجام دادن با این رئیسی. البته یه جنایتکار بلفطره رو بهتر از اینم نباید باش رفتار بکنن، ولی به هر حال ایشون این آدم به عنوان رئیس جمهور ایران رفته، لازم می‌کنید. و مطالبی هم که اونجا گفته، این نادان بی اطلاع بی سواد نمیدونه که در زبان‌های خارفرنگی تعارفی وجود نداره. این تعارف بیشتر مال ما شرقی‌ها، به ویژه ایرانی‌ها و هندی‌ها و اینا هستش. برعکس میگه نمیدونم من آمدم در چی خودم کش یا ملتم یا خودم یا چیزی در خدمت شما، نمیدونم از این حرفای مزخرف که معنیش به روسی که معنی میکنه یعنی ما ایران و ایرانی خدمتگزار شما روسا هستیم، اینطوری معنی میده وقتی برای به روسی ترجمهش میکنیم. بعد مثلا به پیشوازش که باید مثلا این رئیس جمهوره، میگن خب رسم نیست پوتین هیچ وقت با بره به پیشواز رئیس جمهور کشورهای مختلف اون جلوی هواپیما، یعنی پایین هواپیما، ولی دسته که وقتی به کاخ کرملین میرسن خود پوتین میاد بیرون، چنانکه نخست وزیر اسرائیل رفته بود چند روز پیش، چند وقت پیش از اینکه این رئیسی بره، پوتین میاد تا جلوی در کاخ کرملین میاد بیرون، تو سر جلوی پله ها دست میده و اینا. و به هر حال وزیر خارجه کشور پیشواز میره لازم میکنه. اما برای این رئیسی اصلا هیچی، خیلی افتضاح. اونجا هم که رفته پوتین، ولی ببینید یه میزی هستش 5 متر طولشه، این پوتین نشسته بالای میز، سر میز این رئیسی هم 5 متر اونورتر اون ته میز نشسته صحبت کنه. در صورت که چند وقت پیش نخست وزیر آلمان رفته بود اونجا، اسم این خانمی یادم رفت، حالا برحال، و قبل از اونم نخست وزیر خارجه وزیر خارجه اسرائیل رفته بود که میبینیم که چون میگن به خاطر کرونا اینجوری بوده. 2-3 روز قبلش نخست وزیر اسرائیل اونجا بوده، قشنگ یه میز کوچولو انقدری گذاشتن، یکیشون این ور نشسته یکیشون این ور میز دارن با هم حرف بزن. الان میبینید تصاویر رو دیگه شما، وقت با این واقعا مثل نوکرش اون ته میز اونی نشونده داره با هم صحبت میکنن، وقت پوتین آدم سمی جوه. جالبه این چقدر احترام میذاره به این، نگاه کنید واقعا، یعنی واقعا این روزها خیلی هم چیزن، یعنی خیلی روباز یه نفر رو بی آبرو میکنن و بی احترامی میکنن و اینها. حالا انگلیسیه بود اینجوری نشون نمیداد، زیرکی هرچی امتیازات گوناگون میخواست از ایران میگرفت، چه بدون گرفته تا به حال خیلی هاشم که سرسداش در نمیاد، میدونید، ولی انقدر بیابرگی رو نشون نمیده از خودش. ولی این روسا نه، همیشه قلدر معابانه رفتار میکنن. مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایین کلیپ شماره 1 رو بذاریم، این ببینین این رئیس جمهور ایران رئیسی واقعا چه آبر ریزی، چه آبر ریزی. شماره 1 هست. سفر رئیسی به روسیه از همون ابتدا گرفتار حاشیه شد، زمانی که استقبال در فرودگاه توسط وزیر انرژی روسیه انجام شد.
درسته که برخی باور دارند از عرف معمول به دوره که رئیس جمهور روسیه در همون فرودگاه به استقبال میهمانش بره، اما با توجه به اصرار مقامات حکومت ایران به عمیق بودن روابطشون با مسکو، بسیاری انتظار داشتن مقام شناخته شده تری اولین استقبال کننده رئیسی باشه. در تصاویری که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده، به جز پرچمای کوچک روی هواپیمای حامل رئیسی و همراهانش، اثری از پرچم جمهوری اسلامی در مراسم استقبال در فرودگاه نیست. فقدان پرچم اینجا در میزبانی پرحاشیه پوتین از رئیسی هم در کاخ کرملین انتقادهای در پی داشته، حتی به باور برخی نوعی بی احترامی تلقی شده. زبان بدن پوتین و رئیسی هم در این دیدار توجه جلب میکنه. در تصاویری که از نحوه نشستن پوتین منتشر شده، خیلی دشواره نشانه هایی از برابری یا توجه اشتیاق به طرف مقابل پیدا کرد. فاصله حدوداً 5 متری پوتین با رئیسی اینجا توجه خیلی رو جلب کرده. به نظر بسیاری این فاصله چندان عادی نبوده. انتخاب این اتاق و تزئیناتش برای خیلی ها یادآور دوران تزارهاست و بلاهایی که سر سرزمین ما آوردن. پس از بالا گرفتن انتقادها، برخی خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی گفتن ملاحظات کرونایی در کار بوده. در وبسایت رسمی ریاست جمهوری روسیه این تصویر توجه منو جلب کرد. دیدار پوتین با وزیر فرهنگش 1 روز پیش از میزبانیش از رئیسی. همونطور که اینجا ملاحظه میکنید، خبری از و حساسیت نسبت به فاصله گذاری اجتماعی وجود نداره. این تصاویر هم جالبه، مربوط به اکتبر گذشته و میزبانی پوتین از بنت، نخست وزیر اسرائیل. جای پرسش داره که چرا پوتین در این دیدار این اتاق رو برای رایزنی انتخاب کرده. پرچم دو کشور در دیدار دو رهبر خیلی درشت به چشم میاد و زبان بدنی که مقابل بنت به نمایش در اومده بسیار با رفتار پوتین با رئیسی تفاوت داره. بله، ملاحظه کردیم آبروریزی، یعنی اینها میخواستن شرق و غرب میخواستن که ایران مثل دوران قاجار همجور توستری خور و بدبخت و اینجوری رفتار بکنم باش. این اتفاقا داشتیم با مهندسی اشخان صحبت میکردیم، پیش این کلیپ که پخش میشد داشتیم صحبت میکردیم، این پرچم نداشت، پرچم ایران رو نگذاشتن، این دیگه از همه بی آبروگی تره. یعنی چی؟ یعنی این که داره میگه که من تو رو به عنوان یک کشور مستقل نمیشناسمت که پرچمت رو بذارم اینجا، تو کلونی منی، مستعمره منی. اینه دیگه، چون سرود ایران هم نزده بودن، من شنیدم اصلا سرود خود روسیه رو زده بودن، حالا ولی به هر حال سرود ایران رو نزده بودن. واقعا که چه افتضاحی بیا به بار آورد این نسل 57، واقعا چه افتضاحی به بار آورد. حالا دارم کلیپشو فردا نشون میدم براتون. شاه رفته طرف یه سینی انقدری پر از شیرینی کرده تو خیابون تعارف میکنه به این به اون روزنامه هم دستشون شاه رفت. خب رفت، خاک بر سر هممون شد که حالا روسیه حالا یه عظمت داره اقلا وقتی که این رفتار میکنه با ما. و با چین شما ها چه قرار دادی بستین که نمیخواین مفاتش رو بکنین؟ حتما مستعمره چین هم شدی، دست کم باهاشون قانون کاپیتولاسیون رو بستید، حتما حق قضاوت کنسولی بهشون دادید 100%، برای همین رو نمیکنین. یعنی ما اینقدر بدبخت شدیم دیگه نوکر چین شدیم؟ میگه نوکر ما نوکری داشت، نوکر او مخلصی داشت، مخلص او چخلصی داشت، همین مال ما شده. ما دیگه نوکر امریکا و روسیه و اینا نیستیم، نوکر چین هم شدیم. این دیگه خیلی بدبختیه. حالا پس فردا لابد هند هم میخواد بیاد نوکر اونم بشیم، اونم قراره تو چابهار یه کارایی بکنه، یه امتیازاتی بگیره. واقعا که از روزی که این نظام اومده سرکار، این حکومت جمهوری اسلامی اومده سرکار، دردش درد فلسطینه.
این فلسطین پول بفرسته برای فلسطین، بیمارستان بسازه واسه فلسطین، نمیدونم شهرسازی بکنه برای فلسطین، بهداری بسازه برای فلسطین. ای بابا تو مردم خودتو گرسنه و تشنه و اینا گذاشتی، حتی مسجد که باید درش همیشه باز باشه شبا در مسجد رو میبندی که این بی خانمان ها نه یکی دوتاشون بدبخت ها تو اون مسجد بخوابن. وقت برای کشورهای دیگه تو ببین چه کارایی میکنی، چجوری پول ملت ایران رو، پول ملت ایران رو خرج اینها میکنی. کسایی که چشم دیدار ما رو ندارن. در بینندگان گرامی من به شما بگم، در تمام اسناد و مدارکی که من الان دارم پیگیری میکنم راجع به انقلاب اسلامی 57 این نوین، این فلسطین چه نقش اساسی داشته، چه از نظر تعلیم دادن ایرانیایی که میرفتن اونجا کارهای تروریستی بهشون آموزش بده، چه از اون نظر، چه از نظر اینکه افرادشو میفرستوده در داخل خود ایران، از زمانهای خیلی جلوتر از انقلاب، از سال 52-53 این کارا رو میکرده فلسطین. برای همینه که همشون یه دستمال فلسطین میندازن گردنشون. این تاریخ مهمه، درس تاریخ برای این مهمه، دلائلشو میفهمی اون وقت برای چی اینا دستمال فلسطینی میبندن. اینا نوکر فلسطینن، نوکر فلسطینن. من حالا روزای یکشنبه دارم میگم مطالب خیلی نوینی رو در رابطه با انقلاب اسلامی 57 ملاحظه میکنی؟ چی کردن با ما این فلسطینی ها واقعا؟ چگونه در سرنگون کردن رژیمش ها دست داشتن این فلسطینی ها و قذافی، این قذافی بیوجدان که سزاشو پس داد. کار زشتی نبود که با این قذافی نکردن، سزاشو پس داد. فلسطین فلسطین، همین الان هم هی فلسطین فلسطین باید بگن، هی فلسطین، چون که در واقع با یکی از در واقع چی بگم، یکی از چهارچوب‌های محکم این جمهوری اسلامی همین فلسطینه. اون وقت ببینید همگن مردم بیچاره فلسطین اسرائیل اینجوریش کرد اونجوریش کرد، به تو چه؟ تو برای مردم خودت یه کاری بکن. اونا دارن خوش میگذرونن، کیف میکنن. بیا الان زنان مظلوم فلسطینی رو ببینید. مهندس سیاوش خان لطف بفرمایید کلیپ شماره 2، خیلی ممنون میشم. على عهد على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. زنان ایران رو بردین زیر اون حجاب اجباری، نمیدونم چرا لاک داره ناخونه، چرا زیر روسری رنگ مو اگه قهوه‌ای باشه اینقدر جریمه، اگه اون باشه اینقدر جریمه، بلوند خیلی گرونتر از همه بود. یه دفعه آوردم خوندم در واقع. و اینجوری زن ایرانی رو میگیرین تو خیابون کشون کشون میبرینش با خودتون زندان اوین یا کجا، چه تجاوز میکنید، چه بلایی سرش میارید معلوم نیست، به خاطر حجابت یا اینکه چرا روپوشت رنگی صورتیه، چرا مشکی نیست، چرا سرمه‌ای نیستش، چرا مثلا کفش پاشنه‌دار پوشیدی، چرا جورابت مثلا این رنگیه. واسه یه چیزای کوچک این زنان ایرانی رو میگیرن. وقت اونجا زن فلسطینی لباس بدون آستین و قشن موی باز و ده به رقص اون وسط، اون بدبختره یا ملت ایران؟ تمام پول ملت ایران رو باید خرج اینا میکنید که چی بشه؟
این حکومت ایرانی نیست، واقعا ایرانی نیست، ضد ایران ایرانیه. خب حضورتون عرض کنم که ولی شما فقط فکر نکنید، خواهش میکنم فقط فکر نکنید که این چین و روسیه است که داره ایران رو چپاول میکنه و اینها. امکان نداره که دست انگلستان توی کار نباشه. منتها میگم انگلستان همیشه زیرزیرکی کار میکنه، یعنی میاد 100 تا قرارداد میبنده با اینا و میره، هیچ کم نمیفهمه. میدونید سیاستش همیشه اینجوری بوده، در طول تاریخ به اینجور به همین ترتیب بوده، در دوران قاجار هم به همین ترتیب بوده، کلی قرارداد با ایران بسته، ایران رو به طور کلی مستعمره خودش کرده بدون اینکه اصلا کسی بفهمه. رازم کنی انگلستان امکان نداره قرارداد با ایران نداشته باشه، الان قراردادهای مستعمراتی نداشته باشه، تو سرصداش در نمیارن، سرصداش رو در نمیارن. برای همین هم هستش که اینقدر تلاش میکنه که این انگلستان و فرانسه هم همینطور الان با هم یکی هن. البته به شما بگم سیاست انگلیس و فرانسه و روسیه تقریبا یکیه در رابطه با کشورهای جهان سومی که چجوری چپاولش بکنن. ملاحظه میکنید؟ به هر حال این انگلیس ها همش کوشششون اینه که این اسلام رو یه جوری نگرش دارن. الان که دیگه به خاطر این کارهای تروریستی که گروه های مختلف اسلامی دارن میکنن در اون منطقه و در کل جهان، دیگه مردم کشورهای مسلمان دارن، یعنی همشون دارن در واقع ضد دین میشن، ضد مذهب میشن، ضد اسلام میشن، میگن بابا نخواستیم ایران که واقعا جوانان ما کاری نداریم، به مسنترا یا اون نسل 57 که انقلاب کردن به اونا کاری نداریم، اونا همون تو اون لاک خودشون بمونن، اصلا بهتر نیام مثلا دیگه، همشون هم مسنن، چیکار میتونن بکنن الان؟ این جوانان ما هستن که الان فعالیت دارن میکنن برای آزادی ایران، دارن مبارزه میکنن، کشته میشن، تیر میخورن، شلاق میخورن، کتک میخورن. این نسل جوان اصلا به طور کلی از اسلام جدا شده، خوشبختانه جدا شده. و این رو انگلستان متوجه است، دولت بریتانیا متوجه هستش، حواسش جمعه، به هیچ وجه نمیخواد مذهب از بین بره، میخواد این رو، این ما رو یه جا بخوابونه که دوباره هر وقت خواست با یه تلنگر بیدارش بکنه. یعنی نمیخواد سر مار کوبیده شه توسط ملت ایران، میخواد اینو نگرش داره برای روز مواد دوباره بیارتش بیرون، کاری که در انقلاب اسلامی 57 کرد. رضا شاه و محمد رضا شاه بسیار تلاش کردن هر دوشون که ایران رو قوانین رو سکولار بکنن، که محمد رضا شاه که تمام قوانین رو سکولار کرد به طور کلی. رضا شاه واقعا در حد خودش بی‌نظیر بود کاری که کرد از نظر همین قوانین شرعی، که در تمام دادگاه‌های ما قوانین شرعی جاری بود تا پیش از رضا شاه. زمانی که رضا شاه پادشاه ایران شد سال 1304، در سال 1307 بود که داور رو وزیر عدلیه کرد و قرار شد که قوانین شرعی رو بردارن و به جاش قوانین نوینی توسط تحصیل کردن های حقوق، رشته حقوق نوشته بشه، که این قوانین مدنی بود، جایگزین اون قوانین شرعی شد. قوانین مدنی متاسفانه یه بخشی از قوانین شرعی در قوانین عرفی وجود داره، ملاحظه میکنید؟ اینه که سکولار سکولار نیست، اما محمد رضا شاه به طور کلی سکولار سکولار کرد قوانین دو مملکتی رو، همین که انگلیس و غرب زهلشون آب شد. ملاحظه میکنید؟ فقط جریان نفت نبود، ملیگرایی رضا شاه و محمد رضا شاه بیشتر از جریان نفت آزار میداد دول غربی، به ویژه انگلستان در رأسش. لازم میکنید؟ چون از طریق مذهب سالیان سال اینا دارن به ما فرمان روایی میکنن. حالا توضیح میدم، بخش دوم برنامه توضیح میدم خدمتتون. به هر حال ببینید چیکار کردن، آمدن در دوران محمد رضا شاه
جوانانی که دیگه در واقع دیسکوتک برو شده بودن و قصر یخ برن و بولینگ برن و لب دریا و شمال و بیکینی و دوست دختر پسر و این چیزا، مذهب داشت کنار میرفت و ملیگرایی رو محمد رضا شاه باب میکرد با عوض کردن تاریخ ایران به تاریخ دوران شاهنشاهی، نه هجرت محمد از مکه به مدینه. حضورتون از کنم که عوض کردن، غیر از اون، به غیر از که برگزاری جشن‌های 2500 ساله، آشنا کردن ملت ایران با تاریخ ایران، مدنیت ایران، تمام این تلاش‌ها رو کرده بود. آمدن اینا چیکار کردن؟ دیدن مردم، جوانان به طور کلی دارن از اسلام خیلی دور میشن، آمدن اسلام رو بزکش کردن. چیکار کردن؟ یکی رو به اسم دکتر علی شریعتی و امثال هم بازم داشتیم، یا خود بازرگان یا خود اون سنجابی، اینها آمدن اسلام رو بزک کردن. شریعتی که به دخترها میگفت با لاک هم میتونید نماز بخونید، بی حجاب هم میتونید نماز بخونید، لازم نیست که رو حتما روسری یا چادر سرتون باشه، نه، و زن و مرد در اسلام حقوق مساوی دارن. اینا یعنی کسی که اصلا لای قرآنه که جوان ها باز نکرده بودن بخونن، که تو همه خونه ها قرآن بود ولی هیچ کس اصلا لاش ما نکرده بود بخونه که ببینه چیه، لازم میکنی چی گفته چی نگفته. هرچی اون شریعتی چاخم میکرد و میگفت، مردم باورشون میکرد، نسل جوان باور میکرد که به طرف مذهب بکشونه. حالا من روزای شنبه دارم انقلاب میگم، میگم که چجوری این نسل جوان رو از ملیگرایی که شاه داشت باب میکرد و رضا شاه باب کرده بود، داشتن جدا میکردن و میکشوندن به طرف مذهب. ملاحظه میکنید از چندین سال قبلش که بتونن انقلاب بسازن. حالا همین کارو الان دوباره انگلستان داره میکنه، غرب داره میکنه، میبینه که مردم کشورهای اسلامی که اینقدر خوب، به ویژه ایران و افغانستان، اینقدر از طریق اسلام بهشون فشار آوردن این حکومت ها، زجرشون دادن و مردم این دو مملکت دیگه زده شدن از این مذهب و کنار میخوان بذارنش. ببینید چیکارش کرد، داره دارن بزکش میکنن. حالا در انگلستان و کشور فرانسه و اینا مساجدی درست شده یا ایجاد کردن که در این مسجدها زن و مرد با هم در کنار هم وای میستن نماز میخونن، بعد پیش نماز هم یک زن، زنای بیهجاب هم هستن درونشون. بابا دارن گولتون میزنن، دارن فریبتون میدن. در اسلام زن ناقص العقل هرگز نمیتونه پیش نماز باشه که بهش اقتدا بکنی، ملاحظه میکنی؟ زن و مرد باید حتما از هم جدا بیستن نماز بخونن، در کنار هم نمازشون باطله. ولی اینا ببینید دوباره شروع کردن به بزک کردن اسلام برای یه عده نادان که اینها رو متاسفانه این مذهب رو نگه دارن، بعد هر موقع که لازم شد همون جوری اون افعی هفسر رو بندازن به جون ملت هر کشوری که دلشون میخواد، کشورهای اسلامی. لازم کنید مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایید شماره 4 به روز شدن اسلام ببینید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Hola. این طرف با لهجه انگلیسی الله اکبر جاسوس های انگلیسی همه نماز خون شدن رو بره لازم کنیم که این مذهب رو نگردن. پس مردم ملت ایران تمنا میکنم برای نجات خودتون از این بدبختی که سرتون اومده 43 سال در فقر و فلاکت و مریضی و بیماری و نمیدونم پرتغالی که توش پر از کرمه و اینا نجات بخواید بدید چیه در راه اولینش، یعنی راه اساسیش چیه که از این مذهب خودتون رو جدا کنید، از این دین اسلام خودتون رو جدا کنید که با این بدبختتون کردن، و بعدش هم اتحاد با هم بلند بشین، نه که 1000 نفر تو اصفهان بلند شد در 5 روز نگذشته یا میبینی 2000 نفر تو شیراز بلند شد. خب با هم بلند شیم، ما که 10 دفعه بهتون داریم خبر میدیم. در ضمن بینندگان گرامی که در داخل ایران هستید، هر کدوم از شما که این برنامه رو میبینید خواهش میکنم که آدرس تلویزیون ایران آریایی رو، فرکانسش و اینا رو همه رو به آشنایانتون بدین، به دوستانتون بدین، پیشنهاد بکنید، بگین این تلویزیون هست، تلویزیون ایران آریایی رو تماشا بکنید، چون خیلی ها نمیدونن ما هستیم، لازم میکنید اینو نمیدونن و ببینن، چون رسانه های دیگه که میبینید همش یا اصلاح طلبای رژیم رو میارن یا خوب نمیدونم از این توده موده یا وطن فروش و از همه کسایی که در انقلاب اسلامی 57 دست داشتن میارن و از این معلوم الحالا و بخشون هم میان از اسلام تعریف میکنن، نه اسلام این نیست که اینا میکنن، اسلام دین مهر عشق و محبت، نه خیلی نیست، همینه. خمینی هم راستشو گفت چرا فقط از این آیات میخونید، آیات قطار رو بخونید، یعنی آیاتی که دستور میده بکشین رو بخونید، اینا مسخره بازی ها چیه؟ همینه، همینه که میبینید این 43 ساله این بلاهایی که سرتون نوردن، این همین اسلامه. میگید نه، برید قرآن فارسیشو بخونید، تفسیر قرآن نخرید، تفسیر قرآن طرف هر جوری که دلش خواسته خودش تفسیر کرده، میدونید؟ ترجمه نیست، نمی کنید اینه که فریب نخورید. آره. بعد هم میبینیم که تمام این رهبرهای گروه های تروریستی و این تندرهای اسلامی و اینا همه ملکه الیزابت رو دوست دارن، به عنوان میگن سید از خانواده ائمه اطهار نمیدونم فلانه، یا اون یکی آخونده میگه دوست منه، کسی بهش بد نگه، این اصلا مسلمون بودن، اینا از طایفه پیغمبرن، ملکه انگلیس رو میگه، از طایفه پیغمبرن، مسلمون بودن، جدش رفته مسیحی شده، اینم مسیحیش مونده. لازم کنید ببینید این کلیپو، واقعا خود عربان مسلمونان دارن اینا رو میگن، ببینید چقدر رسیده، چقدر داده بهشون، ببینید. شماره 6 هست مهندس سیاوش، بریم ببینیم، خیلی ممنون میشم. الیزابت، ملكه الیزابت من اهل البيت، طبعا هذا ما حد يشك بي، انت تدرون انا ما اقدر، يعني الملكه صاحبتي ما حد ما اقبل، يعني اي شك ما يصير. بعدين شنو عميل، عميل ذاك عميل، هذا عميل ما شنو، الملكه البريطانيه طلعت علويه وجدها تنصر بوقتها، قال اصلها من اهل البيت، بعد علويه حتى لو تدعمنا بعد. الملكه اليزابيث من اهل الملكه اليزابيث من اهل البيت، طبعا هذا ما حد يشك، تدرون انا تدرون هذا عن الملكه صاحبتي، ما حد صاحبتي ما حد اي شك ما يصير. خب دیدی اهل بیت، اهل بیت بر همین اینجوری بزکش میکنن اسلامو،
زن در اسلام نیمی از مرد هستش آقا جون، خودش هست سوره داره میگه آیه الرجال و قوامون علی النساء، ما مردان رجال یعنی مرد، نساء هم که یعنی زن، ما مردها رو به زنان ارجحیت دادیم، برتری دادیم. ای بابا، خب به شما بگم دولت انگلستان از این اسلام خیلی خیر دیده، نه فقط در ایران، در هندوستان هم بسیار خیر دیده. اصلا یه تکه از هندوستان رو جدا کردن مسلمان شد، یه بخشی از هندوستان جدا کرد، پشتن پاکستان نازی میکنی. اینی که خیلی خیر دیده واقعا از اسلام، در که بتونه از طریق این مؤممین که همیشه نوکر بیگانه ها بودن، به ویژه نوکر انگلیس بودن، هر کی بهشون پول بده واسه شون نوکری میکنن، انگلیس باشه، روس باشه، حالا ببینیم که چینی هم دارن میکنن دیگه، پول میدن اینا نوکری اونا هم میکنن، ملزم کنن. ولی انگلیس ها سابقهش طولانیه، یعنی خیلی زودتر از بقیه کشورها فهمیدن که در کشور ما ایران نیروی هستش که قدرتش و نفوذش در جامعه حتی بالاتر از درباره قاجاره، لازم کنی؟ و تلاش کردن که این نیرو رو که اینقدر قدرت و نفوذ داره رو در اختیار خودشون بگیرن. لازم کنی؟ خب من هفته پیش برای شما توضیح دادم که اولا انگلیس اومد چیکار کرد؟ یه موقوفه درست کرد، موقوفه اوده، که گفتن آره در شمال هندوستان، هندوستان قبلا به صورت ملوک و توایفی اداره میشد، یعنی هر قسمتی پادشاه خودش رو داشت کل هندوستان، لازم کنیم برحال کشوری بوده به نام اوده و پادشاهی داشته به نام قاضی الدین حیدر که این آره یه پولی اومده، اینو انگلیسا دارن میگن، در بانک انگلستان اونجا گذاشته که از این پول وقف کرده، این پولو وقف علمای نجف و کربلا کرده که هر ساله با این پول که کار بکنه بانک انگلیس و سودشو همه رو ببرن به علمای نجف و کربلا بدن. یعنی خودشون اول به دو تا، به یکی از روحانیون صدر بالاشون، یعنی یکی از این آخوندهای کله گنده شون در نجف میدادن، نصف میکردن، نصفش هم میدادن در کربلا به یکی از آخوندهای کله گنده. بعد دیدن نه اینا میخورن، فقط خودشون دو تا به بقیه نمیدن، چون گفته بودن به بقیه هم بدن یه چیزی، و خودشون اومدن 10 تا آخوند رو در کربلا پیدا کردن، از این آخوندهای کله گنده شون 10 تا آخوند در نجف پیدا کردن و این پول رو بین این 10 تا 10 تا 10 تا 20 نفر تقسیم میکردن. و دیگه اینا در ایران هم قدرت داشتن، چون مؤممین شیعه بودن که قبلا مؤممین شیعه ایران هم میرفتن در نجف و کربلا زندگی میکردن، لازم میکنید رفته آمد داشتن و با هم با آخوندهای ایران در ارتباط بودن. یعنی هر دستور بزرگی که میخواست بیاد باید از علمای نجف بیاد به ایران، حتی در عصر مشروطیت، لازم میکنید. این بود که اینا میدونستن سفیر انگلیس در بغداد هم این پولا رو تقسیم میکرد. اما حتی پیش از این که انگلیس ها عراق رو تصرف بکنن، یعنی بین النهرین یا میان رودان رو از عثمانی بگیرن، از قبل از اون، یعنی از زمانی که این بین النهرین یا میان رودان یا عراق امروزی در دست عثمانی بوده، از اون زمان هم اینها انگلیس ها به این علمای شیعه مقیم کربلا و نجف پول میدادن، لازم میکنی به عنوان موقوفات عوده پول میدن. گفتم این قسمت یعنی عراق امروزی، این قسمت در دوران
نوه شاه عباس در جنگی که ایران با عثمانی کرد این قسمت رو، یعنی کل عراق رو، کل میان رودان رو از دست داد، کشور عثمانی از ما گرفت، امپراتوری عثمانی از ما گرفت. لازم عثمانی الان یه تیکش باقی مونده به اسم ترکیه، بقیهش رو تو جنگ جهانی اول شکست برد، انگلیس و فرانسه گرفتن تیکه تیکه کردن، از توش 10 تا کشور ساختن، سوریه و لبنان و عراق و کویت و حضورتون از کنم اردن و اینا، اینا هیچ کدوم نبودن، اینا همه بخشی از امپراتوری عثمانی بر ترکیه، ترکیه امروز. برای این منطقه هم بغداد و نمیدونم عراق و نجف و کربلا و اینا بخشی از امپراتوری عثمانی بود، که گفتم که خدمتتون گفتم که امپراتوری عثمانی از اینها، از در نجف و کربلا گفتم که چون اماکن مقدسه شیعیان بوده، یعنی در کربلا حسین ابن علی خاکه، در نجف هم علی ابن ابی طالب خاکه، اینجا اماکن مقدسه شیعیان هستش، پس پسرا مردای که مقیم این منطقه بودن، جوانانی که مقیم این دو منطقه بودن رو دولت عثمانی اینا رو سربازی نمی برد، گفتم هفته پیش خدمتتون. بعد دید که از جای جای مختلف عثمانی پسرا جوانا فرار میکنن، میرن توی نجف و کربلا، اونجا مقیم میشن که سربازی نرن، چون عثمانی هم دائما جنگ داشت با کشورهای اروپایی، هی میگرفت مسلمونشون کنه، نمیدونم اسیر بگیره بیاره و اینا، برده بفروشه و از این چیز. برای همین هم این جوان ها میدونستن تا برن تو ارتش باید برن جنگ، حالا کشته بشن، این بود که میرفتن تو نجف و کربلا نرن به سربازی. بعد دولت عثمانی دید نه اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه، دیگه عصبانی شد، گفت نه، هر خود نه تنها کسانی که رفتن مهاجرت کردن رفتن به اونجا باید برن سربازی، بلکه تمام جوانهایی هم که مقیم، خانواده هایی که مقیم اون نجف و کربلا هستن، فرزندان پسرشون باید به سربازی برن، حتی طلبه ها، چون دیگه طلبه رو سربازی نمی بردن. لازم میکنی حالا اگه جوانهای دیگر میرفتن، اینا که آخوند میشدن و دیگه نمیبردن سربازی عثمانی، عثمانی دولت عثمانی گفت نه، طلبه ها هم باید برن دیگه، چون حالا دیگه همه میخواستن برن برای آخوند بشن، طلبه بشن، نه طلبه ها هم باید برن. و دیگه این که پول هایی که توی این دوتا حرم جمع میشد، حرم حسین و حرم علی، پول مینداختن از اون تو، از اون ذری بره اون تو، این پولا رو آخوندها، دو تا آخوند کله گنده مقیم کربلا و نجف، میرفتن هر چند وقت یه دفعه اون درش رو وا میکردن، الان تو ایران هم همینطوره، اون پولا رو در میآوردن میشمردن و بین خودشون این آخوندها تقسیم میکردن. نه دولت عثمانی گفت نه دیگه همچین چیزی نیست، کی گفته پول اینجا مال شما مفخراست، ما میخواییم بگیریم خرج ارتش بکنیم. میگم اینجا متعلق به عثمانی بود، الان عراق در کل موقع متعلق به عثمانی. برحال این که پولاره که برداشتن، تا موقعی که هر جوانی که میدیدن عبا و عمامه سرشه، فوری دولت عثمانی میگرفت میبرد سربازی، این یک. دو این که این پولا رو از توی این حرم ها که ورداشتن، دیگه آخوندا خیلی بهشون فشار اومد، پول مفت خیلی مفصلی میخوردن از این را، اینم که دولت عثمانی ازشون گرفت. سید کاظم یزدی مجتهد ایرانی مقیم کربلا که از نجف، که از اون مجتهدین کله گنده و معروف اونجا بود، که خودشون میگن از روحانیون عالم بزرگ بوده، فتوای جهاد میده، یعنی جنگ کنید با دولت عثمانی. ایچی مردم مقیم نجف هم سنگربندی میکنن و اسلحه و مهمات و اینا رو میارن، و از اون طرف هم دولت عثمانی توپش و وسایل جنگیش رو میبره تو این حرم ها. لازم کنید بعد
دیگه از اون تو شروع میکنه به اینا تیراندازی کردن و به هر حال دو تا از این گل دسته ها هم خراب میشه که میرن بالا از اون میگن اتفاقا تو یکیش هم داشتن از اون میگفتن وقتی خراب میشه ویران میشه و بعد جنگ همچنان یعنی ادامه داشت. این آقا سید کاظم هم اصلا چیز نمی کرد، کوتاه نمی اومد که بگه مثلا فرمان جهاد رو پس بگیره، تا زمانی که این گلدسته ها خراب میشه و میبینن حرم ها داره خراب میشه، به طور کلی مرکز نوندونی داره از بین میره. این بود که این آقا سید کاظم، آقا سید کاظم یزدی، منتها من اینجوری میگم آقا سید کاظم مجتهد اعلی و نمیدونم عالم نمیدونم فلان سید کاظم یزدی، اینجوری مینویسه تون کابونی در قصص العلماء. بله این برمیداره نامه مینویسه برای دولت عثمانی اینا، که دولت عثمانی هم جوابش میده که مثل یک درویش سالک طریقت به کار خودت ادامه بده، دخالت نکن در کار دولت، دخالت نکن. آقا همین که این نامه به دست این آخونده میرسه، به دست سید کاظم یزدی میرسه، یا این دیگه چی بودش؟ این دیگه به عنوان یک جنگ تمام عیار تلقی میشه و این سید کاظم یزدی دستور میده که تمام قبایل اطراف نجف و کربلا و همه شیعیانش باید بجنگن با دولت عثمانی، مردم هم بلند میشن ده به جنگ، ده به جنگ. ببینید فقط ایران نیست و الان این عراقه که این داره این کارو میکنه، یعنی در تمام کشورهای اسلامی ببینید این آخوندها چه قدرتی داشتن و انگلیس ها از کی درک کردن که متوجه شدن اینا چقدر قدرتمندن. امپراتوری به اون عثمانی حریف این آخوندهای نجف نشده، شما ببینید خیلیه. بعد هیچی، سه شبانه روز این جنگ ادامه پیدا میکنه، کشت و کشتار شدیدی میشه، به طوری که ترک ها مجبور میشن روز چهارم کوتا میان و حضور تسلیم میشن و مامورانشون هم اینا میان، مردم نجف همین شیعیان نجف میان مامورای ترک رو خلع سلاح میکنن و ساختمونای دولتی رو خراب میکنن و حضورتون عرض کنم که آتیش میزنن و اینا. فرموندار نجف هم که خب بالاخره از طرف دولت ترکیه اتولت عثمانی باید میامد دیگه، یه ترک بود که اونم فرار میکنه، ده فرار که رفتی چون گیر اینا میفتاد میکشتنش. بعد حضورتون از کنم که اداره امور شهر نجف و کربلا میفته دست چهار تا آخوند، چهار تا معمم معروف که میخونم براتون. این قسمتشو جالبه از کتاب خود یه انگلیسیه که من ترجمه شستتون میخونم. میگه پس از این حوادث بود که حکومت عثمانی در شهرهایی که اعتاب مقدسه در آنها و قرار داشت از بین رفت، دیگه نتونست اونجاها قدرتی داشته باشه دولت عثمانی، از بین رفت و اداره شهر به دست روحانیون افتاد. خب لورد مایس بل دیپلمات انگلیسی می نویسه بعد از این حوادث چهار مرد بر نجف حکومت میکردن، یعنی چهار تا آخوند، چهار مرد بر نجف حکومت میکردن که به ترتیب عبارت بودند از سید مهدی سید سلمان، حاج عطیه ابو کلل، کاظم صبی و حاج سید رازی. هر چهارتاشون از علمای معروف نجف بودن. میگه اینا امور شهر را با این چهارتا امور شهر را با مشورت سید کاظم یزدی اداره میکردن، یعنی همین مردک که فرمان جهاد داده بود سرکردشون اون بود، اون چهارتا امور شهر را با مشورت این سید کاظم یزدی به دست گرفته بودن و اداره میکردن و
میگه فرزند سید کاظم به نام سید محمد هم از طرف پدرش نزد اینها این افراد نمایندگی داشت، نزد این چهار تا آخوند. شما ببینید اینا حریف دولت عثمانی شدن، امپراتوری عثمانی شدن این آخوندا، یعنی مردم رو واه داشتن به این ترتیب. خب خدمتتون بگم که بعدن در کل این منطقه، منطقه فرات که مثلا نجف بود و کربلا بود و اطرافش و اینا، سامره و این منطقه، اینا در کل این منطقه برای ترک ها دیگه نگهداریش یا ادارش مشکل شد، افتاده بود دیگه دست خود این آخوندا مشکل شد. برای همین بود که دولت عثمانی تصمیم گرفتش که روشش رو تغییر بده و راه آشتی و مسالمت آمیز رو پیش بگیره و با اینها وارد گفتگو بشه، که نمیشه که خب برای اون قسمت از مملکت عثمانیه اینا تو دستشون گرفتن و بعد جای دیگه هم یاد میگیرن بخواهیم کارا رو بکنن. برحال پیشنهاد میده که بیاین مذاکره کنیم، صحبت کنیم و این چارتا آخوند رو با یه سری از ریش سفیدان دولت عثمانی برای حل مشکلاتشون یه جلسه تشکیل میدن و میشینن صحبت میکنن اینا و بالاخره توافق میکنن که این فرماندار ترک از طرف دولت عثمانی برگرده سر کارش، اما که شهر رو انقلابیون اداره میکنن، یعنی همین چارتا مؤمن اداره میکنه و نگهبانش هم باید یه فرد ضعیف مردنی باشه نگهبان این فرمانداره. و اصلا فرماندار شده بود دیگه بازیچه دست این مؤممین، یعنی تمام کارها رو همین چارتا مجتهد میکردن و مردم هم در کوچه و بازار این فرماندار و این نگهبانش رو مسخره میکردن به همین ترتیب. بعد از مدتی یکی از همین آخوندهایی که از این چهار تا آخوندی که این نجف و کربلا رو اداره میکردن، حاج عطیه، این با سید کاظم رقابت میکنه، یعنی آخوندا بینشون چی شد، یه خود درگیری شد از نظر اینکه حالا این میخواست همه کاره باشه، چرا یه سید کاظم همه کاره باشه، اگه اون آخونده منم آخوندم، اگه اون آیت الله است منم آیت الله، اگه اون مجتهده منم مجتهدم، پس من میخوام اداره بکنم. اینجوری درگیری بین خودشون اختلاف افتاد و این چیز حاج عطیه یه نامه می نویسه برای سفارت انگلیس. ببینید چگونه انگلیس، حالا عثمانی هنوز مالک اون منطقه است ولی اینا برای پیش برد کارشون به انگلیس ها نامه می نویسن، ملاحظه کنید به انگلیس نامه می که این آخوندهای نجف به انگلیس نامه می نویسه، کی؟ حاج عطیه است. که بذارین بخونم براتون. حاج عطیه و بقیه روحانیان شیعه امضا میکنن و مهرشون رو پاش میزنن و میفرستن برای سفارت انگلیس. چند دقیقه فرصت داریم میخونم. چی مینویسه این حاج عطیه؟ برای اینکه انگلیس ها کمکشون بکنن و اینجا الان سال 1917 است، وسط جنگ جهانی اوله که عثمانی، دولت اتریش و آلمان و عثمانی با هم بر علیه انگلیس و فرانسه و روس با هم می جنگن. لازم میکنه این علمای مقیم نجف، همین یارو حاج عطیه مجتهد و بقیه مجتهدینشون نامه می نویسن برای سفارت انگلیس که ما حاضریم با شما، ما علمای نجف حاضریم با شما همکاری بکنیم که شهر نجف در اختیار شما بیفته، از دست دولت عثمانی در بیاد، بیفته دست دولت انگلیس. ببینید از چه زمانی انگلیس ها از طریق مذهب و این آخوندها کارشون رو پیش می بردن. فقط انقلاب اسلامی 57 ما نیست،
حتی با دو امپراتوری عثمانی هم که در افتاده بودن این مجتهدین کارشون رو وسط جنگ دارن پیش میبرن، این آخوندا دارن پیش میبرن. حاج عطیه و سایر علمای شیعه، سرانجام حاج عطیه و سایر روحانیون شیعه به فرمانده انگلیسی پیشنهاد کردند که شهر نجف و قبایل اطراف آن که آمادگی برای مبارزه با ترک ها دارن به انگلیس ها ملحق شوند. یعنی گفتن ما اصلا میخوایم بیایم به شما ها، با شما ها یکی بشیم بر علیه دولت عثمانی بجنگیم. یعنی خودشون که شرکت نمی کردن تو جنگ، مردم شهر نجف و قبایل اطراف شهر نجف رو میتونیم چیکار کنیم به شما ملحق بشن که با شما بر علیه عثمانی بجنگن. حالا این منطقه متعلقه به کجاست؟ به عثمانیه. و اینا رفتن چی؟ با دشمن عثمانی یعنی انگلیس با اون دارن یکی میشن، چون از اونا حقوق میگیرن دیگه که ملحق بشن به انگلیس ها که بجنگن با دولت عثمانی. بله میگه به انگلیس ها ملحق شدن به شرط آنکه نیروهای اشغالگر بین النهرین، یعنی بعد از این که شما انگلیس ها میان و بین النهرین یعنی همین عراق میان رودان رو در دست میگیرید، احترام اماکن مقدسه رو داشته باشید و این اماکن بهش حمله نشه، صدمه نخوره. و جواب فرمانده انگلیسی هم چی بود؟ این بود که میگه اعلامیه ها و بیانیه های دولت انگلیس در بدو امر این موضوع را روشن کرده است که نیروهای انگلیسی نه با عرب ها سر جدال دارن و نه با مسلمانان شیعه دشمنی دارند و اماکن مقدسه را محفوظ نگه می دارند. لازم کنید وقت نیست، اجازه بدیم ادامهش رو هفته آینده میگم، فردا در رابطه با انقلاب صحبت میکنیم. یعنی ببینم دو سه دقیقه دیگه برم. یعنی که شما ببینید که این آخوندها چه واقعا چی میگن موزی مزور و چقدر پول پرستن که حالا عثمانی اقلا مسلمان بود، تو رفتی با انگلیسی کافر یکی شدی با اونا کار میکنی که بر علیه دولت عثمانی بجنگی. یعنی مرد و فتوا دادن دیگه، مردم نجف و کربلا و قبایل اطرافش که قبایل عرب بودن، اینا همه برن به حمایت از انگلیس ها با عثمانی بجنگن، با کشور عثمانی بجنگن، به شرط اینکه بعد از اینکه انگلیس ها اونجا رو گرفتن مزایا و اینای چیزای اینا حفظ باشه، سر جاش باشه، حفظ باشه. اونم گفته بله ما همیشه از بدو امر این کار رو میکردیم و میخواستیم بکنیم و میکنیم، ملاحظه میکنیم. بعد در آگست همین سال 1917 وسط جنگ جهانی اوله، در آگستش همین سال 1917 انگلیس ها موفق میشن که بغداد رو تصرف بکنن، بغداد رو در بیارن از دست دولت عثمانی. بعد از اینکه انگلیس ها این پیروزی بزرگ رو به دست میارن، یه دو دقیقه مونده اینم بخونم ببینید چی کار میکنن. بعد از اینکه انگلیس ها بغداد رو تصرف میکنن از دست عثمانی در میارن، اینو لورد مایس بل می نویسه علمای نجف و کربلا تلگراف های به دولت اعلی حضرت پادشاه بریتانیا مخابره نمودن و این پیروزی را تبریک گفتن. یعنی به انگلیس ها تبریک گفتن که کربلا را بخشیده، بغداد را از دست عثمانی گرفته. خب شما ها اگه مسلمانین عثمانی مسلمون بود دست کم،
شما رفتین با اون کافر انگلیسی یکی شدین، تبریکم میگیم بهش که از دست عثمانی گرفتی بغداد و نامه نوشتن تبریک گفتن. اینو دیگه خود لورد ماکسول میگه، میگه به پادشاه بریتانیا نام مخابره نمودن و این پیروزی را تبریک گفتن. پادشاه انگلستان در جواب علما و روحانیونی که از انگلستان طرفداری کرده بودند جواب داد: منظور و عقیده قلبی ما این است که مردم عراق مرفع باشند و اعتاب مقدسه را محافظت کنند. آنها خواهند کوشید تا آرامش و رفاه سابق دوباره به دست آید. دوباره پولای اون تو را خودتون بشینید با هم تقسیم کنید، ما هم به شما از طریق موقوفه عود پول خواهیم داد. ببینید چه میکنن واقعا. این قوم رو بشناسید، از این مذهب خودتون رو دور بگیرید. برای چی اینا رو توضیح میدم؟ میگردم پیدا میکنم مفصلا مستند براتون توضیح میدم. برای اینکه تا زمانی که گیر این مذهب باشید دکاندارانش هم هستن و این دین فروشان بدبخت میکنن ممالک رو. بغداد رو در بردن از دست عثمانی، دادن دست انگلیسا. تبریک هم براشون رو نوشتن. کیا؟ علمای مقیم نجف و کربلا. وقت ما ترجمه میکنیم که چرا انقلاب اسلامی در ایران انجام شد، برای اینکه دادین اختیار رو دست آخوند. وقتی میگین حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، خمینی امام، نمیدونم از این مزخرفات. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه مهندس سیاوش خان عزیز، برای شما عزیزان شب و روز خوشی را آرزو میکنم. روز روزگار خوش.